سلام به شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم برای تک تک شما. ما امروز با شرایط سختی در ایران روبرو هستیم. ظلم و تعدی نسبت به زنان و جوانان اقشار مختلف مردم ما بر هیچ کس پوشیده نیست. حتی جهانی که هستیم درش در برابر اون چه که در کشور عزیز ما ایران میگذره واکنشانشون داده هست. همین ها طبیعتاً دل همه ما رو به درد میاره و بیشتر از همه دل خدایی که همه ما انسانها رو خلق کرده. در این شرایط همیشه سوالاتی هم هست که ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه. چنان که در بخشی از کتاب مقدس یعنی اشعیا باب 40 نبی اسرائیل از خودش میشنید که مردم از خودشون چی دارن میپرسن. چون یه ملتی دیگه که خونخوار بوده، ظالم بوده، بابل اونها رو مورد غارت قرار داده، تجاوز، تبعید انتهای اون بوده. و سوال اونها هم در این آیه 27 که در این باب اومده اینطور میپرسیدن که ای اسرائیل چرا میگویی طریق من از خداوند پنهان است و خدایم دادرسی مرا به فراموشی سپرده است؟ و این سوالی بوده، این سوء تفاهمی که شاید داشتن. و نبی خدا اینطور میگه که نه، این حقیقت نداره. در این باب 40 که شروع پیام‌های امید هست، احیا و نگاه مثبت به آینده، او ابتدا با کلام تسلی دهید قوم مرا تسلی دهید شروع میکنه. چرا؟ چون که قومی که اونجا بوده به همانندش قوم ایرانی که امروز هست در زیر این ظلم و ستم احتیاج به تسلی و دلگرمی داره. احتیاج داره که دلگرمی خدا رو داشته باشه. و بعد از اون هست که بعد از این تسلی اون وقت که چشمان ما رو نبی اشعیا به سمت خدایی میبره که بسیار عظیمه. فوق تصور ما عظیمه. تا با نگاه به بزرگی او اگه افکار اشتباهی داریم، سوء تفاهم‌هایی در مورد خدا داریم رو به ما نشون بده و اونها رو تصحیح کنه. خدایی که در خلقت خودش رو آشکار کرده. و همینطور که تو این باب جلو میرید مطالعه کنید خودتون، میگه به صورت شبانی که برای خودش رو حتی میان بازوانش گرد میاره. او همینطور خدایی هست که مشاوره میده، تعلیم میده. خدایی که بت‌های ساخت دست انسان رو رسوا میکنه. و قوم‌های دیگه‌ای که بنی اسرائیل از اونها ظلم دیده بودن در برابر چنین خدایی مثل قطره و غبار محسوب میشن. او خدایی هست که حتی پادشاهان، سلاطین، امیران رو میگه هیچ میگرداند، هر چقدر هم اونها ظالم و دیکتاتور باشن. چشمان نزدیک بین ما باید به عظمت و جلال خدایی بنگره که با هیچ کس قابل قیاس نیست. توی آیات 18 مثلا آیه 18 میگه که پس خدا را به که تشبیه میکنید و کدام شباهت را با او قیاس توانید کرد؟ همینطور در آیه 25 باز همین سوال تکرار میشه، مرا با که قیاس میکنید تا با او برابر باشم؟ جواب اینها منفیه. نه نمیتونیم بکنیم. ولی در آیه 26 ادامه میده، از چشمان خود را به اعلی برافرازید و ببینید که کیست که اینها را آفرید و کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون می آورد و آنها را جملگی به نام می خواند. به سبب کثرت قوت و عظمت قدرتش هیچ یک از آنها گم نخواهد شد. نمیتونیم با هیچ کس خدای عظیمی را که داریم مقایسه کنیم. خدای ما خدایی هست که واقعا به اون میگه، به اونهایی که انتظار او رو میکشن در آیه 31 چیه؟ نیروی تازه خواهد بخشید. او جانب ضعیفان و مظلومان رو میگیره و اونها رو قوت میبخشه و ناتوانان رو میگه نیروی بیشتری عطا میکنه. احتیاج دارن. در جایی که حتی جوانان خسته میشن، درمانده میشن، جوان مردان میگه از پا چیه؟ از پا میافتن. ای عزیزان، شما که منتظران خداوند هستید، بدونید که با بالهایی همچون عقاب اوج خواهید گرفت. خواهید دوید، خسته نخواهید شد. خواهید خرامید و درمانده نخواهید شد. این خدای ماست. خدایی که پر از فیض و در آن واحد خدایست عادل و او همه چیز رو در کنترل داره.
باشه که به همونطور که نبی خدا ما رو تشویق میکنه با نگاه به عظمت او تسلی و آرامش پیدا کنیم در این شرایط سخت و با امید به ایران آینده نگاه کنیم که او برای مظلومین و محرومین کشور ما چه خواهد کرد. بیایید با هم لحظات کوتاه دعا کنیم. خداوند تو شکر میکنیم، چه خدای عظیمی هستی که با هیچ کس قابل مقایسه نیستی، ولی خدای عظیم که میاد و با کوچکان همراه میشه، اونها رو تقویت میکنه، غمهای اونها رو بر میداره، خدایی که عظمتش در فروتنیش هست، خدایی که نه تنها فیض میبخشه بلکه در مقابل ظلم میسته، خدایی که عادل هست و جانب ضعیفان رو میگیره و در برابر زورگویان میسته. خداوند دعا میکنم بله تو نورت رو بر ایران خداوند رو بتابونی، دلها رو خداوند رو تقویت کنی، دلهای عزیزان رو، اونایی که در این شرایط هستن، اونایی که دارن فریاد اعتراض آزادی میدن، خداوند اونها رو تقویت کنی و واقعا الزام بیاره تو خداوند و حکومت، الزام بیاره تو اونهایی که دارن واقعا این ظلم میکنن به این صدایهای صادقانه که برای مردم هستش، در دهان مردم هست. تو اونها رو ملزم کن خداوند، تو ایران رو در دست بگیر، تو پادشاهی خودت رو در کشور ما استوار گردان، چون در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. همه شما رو به دستان چنین خدای عظیمی می سپارم. خدا نگهدار.